سه چهار روز از سال 1395 می‌گذرد و مردم در گشت و گذار و دید و بازدید که یک شبه موشک در فضای مجازی منتشر می‌شود. یک صفحه منتسب به هاشمی رفسنجانی در توییتر نوشته دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه موشک. این جمله تقریبا در گرما گرم رویارویی لفظی ایران و آمریکا بر سر آزمایش های موشکی ایران شلیک می شود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه به خبر 14 سیما می رود تا از تلاش های موشکی مدافعان کشور دفاع کند. حاجی زاده که از حرف های تند آمریکایی ها کمی تا قسمتی خشمگین است، با یک تعبیر کاملا قابل فهم عامه به مصاف آمریکایی ها می رود. شما آمریکایی ها پررو شده اید. احساس من این هست که این دو سال اخیر ما چون رزمایش هایی که انجام دادیم رسانه ای نکردیم، شاید قدری امریکایی را پررو کرده. یعنی در 10 سال گذشته ما هر سال رزمایش داشتیم، رسانه ای هم میکردیم، اتفاق نمی افتاد و امسال یک مقداری به واسطه اینکه 2 سال فاصله افتاد، شاید این زیاده خواهی رو در اونها یه مقدار رشد داد. ما توصیه‌مون به مسئولین محترم اینه که نترسید، نگران نباشید، نگران نباشید. اگر قرار اتفاق بیفته، تهاجم نظامی باشه، اولین کسایی که باید جواب بدن ماها هستیم و ما از این بخش نگرانی نداریم. ما نگرانیمون از درون کشوره، از داخله، از آقازاده هاست، از برادرزاده ها و خواهرزاده هاست، از کسانیه که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر میگذارن. اولین واکنش به حرف های موشکی حاجی زاده را حسام الدین آشنا نشان می دهند. مشاور رئیس جمهور با طرح چند سوال حرف های فرمانده هوافضای سپاه را احساساتی می خوانند و در لایه دوم حرف های فیسبوکی خود می گوید فرمانده هوافضای سپاه نباید مصاحبه کند و این گونه حرف بزند. چند روز بعد اوباما سعی می کند تهدیدهای خود را درباره موشک های ایرانی با اقتصاد ایران پیوند بزند. اوباما آشکار از شعارهای ضد اسرائیلی روی بدنه موشک های سپاه عصبانی است. برخی اقدامات ایران از جمله شعارهای نوشته شده روی موشک های این کشور شرکت های تجاری را عصبانی می کند. ایران بر اساس روح برجام باید از این گونه اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. هاشمی رفسنجانی بر مبنای تجربیات طولانی سیاسی خود دوشنبه بعد از سکوتی 10 روزه به نفی جملات منتسب خود می پردازد و می گوید حرفهای مرا تقطیع و تحریف کردند. من همیشه مدافع افزایش توان موشکی ایران بودم. هاشمی ساعتی بعد همه پایگاه های منتسب به خود را در فضای مجازی تعلیق می کند تا مشاورانش آنها را ساماندهی کنند. جان کری در اوایل فروردین 95 در حاشیه دیدار با وزیر خارجه بحرین تلاش میکند برجام 2 را استارت بزند، آن هم در مسائل موشکی. ظاهرا برجام 1 به مذاق آمریکایی ها خوش آمده است. ما اکنون امیدواریم بعد از اینکه توافق هسته‌ای رو پشت سر گذاشتیم، مسائل دیگه در کانون گفتگوهای ما با ایران قرار بگیره. تقریبا بلافاصله بعد از حرفای کری، نظامی‌ها و سیاسیون در ایران برای پاسخگویی صف می‌کشند. آمریکایی‌ها بیشتر باید به این موضوعات فکر کنند که اگر طالب امنیت، رفاه، آسایش، ثبات در هر جای دنیا هستند، یک راه حل بیشتر نداره اینکه اونها اونجا رو تخلیه کنن، در امور داخلی اونجا مداخله نکنن. این رو اگر آقای کری چند دقیقه روش فکر کنه دیگه اینقدر یاوه نمیگه، حرف مفتم نمیزنه و فکر میکنم دچار فراموشی و تحلیل غلط هم نخواهد شد. خارج از صلاحیت و شایستگی مقامات آمریکایی است که در مورد الزامات قدرت دفاعی و بازدارنده ما صحبت کنند. ولایتی هم که در مجموع جزء مدافعان برجام به حساب می آید با برجام 2 فاصله گذاری می کند. ما در مورد قدرت دفاعی خودمون با هیچ کس مذاکره نمی کنیم. این قدرت دفاعی ملت ایرانه و برای اینکه از خودش دفاع بکنه از آقای کری و غیر کری اجازه نمی کنه. با وجود همه موضع‌گیری های سیاسیون و نظامی ها در رد مذاکرات موشکی، آمریکایی ها همچنان به پالس مثبتی از داخل ایران چشم دوختند. با وجود همه موضع‌گیری های سیاسیون و نظامی ها در رد مذاکرات موشکی، آمریکایی ها همچنان به پالس مثبتی از داخل ایران چشم دوختند. یک تعبیر دو کلمه این هفته
فضای سیاسی داخلی را ناگهان طوفانی کرد. یه تعبیر ساده، تقریبا هیچ. Almost nothing. خزانه‌دار اوایل اردیبهشت 95 در شورای روابط خارجی آمریکا جملاتی به کار می‌برد که شاید پیامدهای آن را تصور نمی‌کرد. تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است. ما نمیتوانیم از وجوه مسدود شده در خارج از کشور استفاده کنیم. آنها به الزامات و تعهدات خود عمل نکردند. باید به بانک‌های بین‌المللی اطمینان داده شود که به خاطر همکاری با ایران جریمه نمی‌شوند. غرب نیاز است این کارها را انجام دهد. در غیر از این صورت برجام مفهوم خود را از دست خواهد داد. جملات رئیس کل بانک مرکزی نوعی شوک به فضای تحلیلی پسا برجام وارد می‌کند. چرا که سیف به تناسب مسئولیتش حساب و کتاب مملکت را در دست دارد و می تواند دقیق ترین ارزیابی ها را از دستاوردهای عینی ایران در پسابرجام ارائه دهد. تعبیر تقریبا هیچ به سرعت در فضای سیاسی و رسانه‌ای باستا به سنگین می یابد. روزنامه های جناح منتقد شنبه با تیترهای درشت از این تعبیر استقبال کامل می کنند تا نشان دهند تحلیلشان درباره کم اثر بودن برجام و بدعهدی های آمریکا درست بوده است. روزنامه های طرفدار دولت اما تقریبا هیچ تیتری از حرف های سیف نمی زنند. اعتماد حتی تیتر انتقادی می زند و خزانه دار را اصطلاحاً زیر ضرب می برد. همان روز در اتفاقی شاید غیر مترقبه، ظریف هم، البته مثل همیشه ظریف و تلویحی، در حضور موگرینی به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهد اگر مردم ایران دستاوردهای برجام را احساس نکنند، اصل توافق نامه در افکار عمومی ایران زیر سوال می‌رود. مردم ایران باید نتیجه توافق هسته‌ای را هر چه سریع‌تر احساس بکنند و اگر این احساس برای مردم ایران ایجاد نشه، حتماً مردم ایران سوال خواهند کرد که چه میزان توافق برای جمهوری اسلامی ایران مفید بوده. ظریف دقایقی بعد جدی تر می شود. ضرورت داره که طرف مقابل به ویژه ایالات متحده آمریکا تعهدات خودش رو نه فقط روی کاغذ بلکه در عمل اجرا بکنه و موانع عملی که وجود داره برای همکاری های به ویژه همکاری های بانکی انجام بده. درگیر و دار بحث های داغ داخلی، جان کری هم احتمالاً ناخواسته وارد بحث می شود و تلویحاً حرف های سیف را تایید می کند. As I stand here tonight, about $3 billion. سه‌شنبه روزنامه‌های طرفدار دولت کم کم از لاک دفاعی خارج می‌شوند تا اصطلاحاً پاتک بزنند. پاتک اصلی اما در حرف‌های رئیس جمهور سازماندهی شده است. روحانی در سفر به استان سمنان به تعبیر تقریباً هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. اما واضح است که در حال مدیریت پس لرزه های این تعبیر است. اونها که سوال می کنند و می گویند برجام برای ما چه کار کرده است؟ برجام یک افتخار سیاسی و حقوقی برای تاریخ ملت ایران ثبت کرده است.